اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. کوچه باغ شعر را دیوان سوداها بکن، فرمود مولانای من رو سوی دریاها بکن. در پنجه های اهرمن می گفت با ما این سخن، ابلیس را فرمان بده در کوه و دشت و در چمن. محراب ما دوزخ سرا، هر روی آن نقش خدا. بیدار شو تا بشنوی آواز خان کبریا، تا عرش اعلا آمدی با شور و غوغا آمدی. بیدار کردی تا مرا از خواب ناز سرمدی. شوق است آوازی بخوان در صبح نیلوفر نشان. سوسن به جامت مایه کن، یاسی بیفشان روی آن. نوروز می آید بخوان از روزهای عاشقان. صبح است پر کن ساقیا، همراه شو تا بیکران. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه هفتم ماه فوریه، هجدهم ماه بهمن، به شما سلام. داستان غریبی است. دو روز دوست نازنین من حمید صبی، حقوقدان عزیز و مبارزی که دیر سالی است مبارزه با رژیم جهل و جور و فساد رو در دفاع از حقوق جامعهش، حقوق مردمش بر عهده گرفته، بانی و باعث شد که تریبیونال آبان نیز در لندن برپا بشه. بسیار جالب، تعداد زیادی پشت درهای بسته، تعداد زیادی به عنوان شهود شرکت کردند، حتی پاسداری که در کشتار شرکت داشته با سر و صورت بسته. شاهدانی بودند علی رغم اینکه بسیار حمید صبی و دوستانش نگران سلامت اونا هستند، خواستن بیان با صراحت با چهره باز بگویند. و جالب اینه، اینو براتون بگم، در این دادگاه 160 تن از مقامات رژیم جهل و جور و فساد، از سید علی آقا بگیریم بیان تا این جنرالای درجه حلبی، اینا به عنوان جانیان علیه بشریت در دادگاه محکوم شد. این دادگاه ها حالت اجرایی نداره، مثلا با دادگاه حمید نوری در سوئد فرق داره، اما بسیار از نظر عاطفی و روانی و معنویت ارزش داره. قبلی رو که یادمونه، سه ماه پیش برگزار شد و الان این آبان در لندن. حمید صبی چند سال قبل هم یه دونه برپا کرد که فوق‌العاده اونم جالب بود. شخصیت‌های برجسته حقوقدان، شخصیت‌های ایرانی و خارجی در اون شرکت داشت. خیلی جالبه، 440 نفر شهادت داد در دو روز. شهادت‌های 219 تن اینها راستی آزمایی شده. کمطوری یکی نیاد بگه من پسرم رو کشتن یا برادرم یا شوهرم یا خودم شکنجه شدم. نه، همه رو با دقت بررسی کردن، در نتیجه
یک دستچینی از کسانی که علاقه من به دادن شهادت بودن انتخاب شد. همه وسائل برای سیانت و ضمانت از سلامت آنها فراهم شد. درود میفرستم به حمید صبی عزیزم و همکارانش. نگاه میکنم به موهای سپید حمید و خودم و یاد اون روزی میفتم که دو تا جوون 18-19 ساله وارد دانشکده حقوق شد. یادش بخیر. نکته دیگری که باید بهتون بگم، دادگاه شرم‌آور جمشید شارمهد بود در تهران. بسیار متأثر شدم برای این مردی که حالا مبارز بوده، مخالفت میکرده علیه رژیم. این داستان نمیدونم تروریستی و حرفا چی به اون بستی، اون بیچاره تو گوشه چجوری کار تروریستی میکرد؟ اگر حامی و پشتیبانش دولت‌های خارجی بودن، او که نمیمد بره کار بکنه، بره دنبال نمیدونم یه تیکه آهن پاره برای کامپیوتر باشه، پاشه دور دنیا بره، از اونجا بره آلمان، بره هند، بره اونجورم تو دست شما بیفته. ولی منم مثل دخترش وقتی چهرش رو دیدم متأثر شدم. نحیف، دچار بیماری دیابت هست و چند بیماری دیگه هم داره. در زندان سیدعلی آقا معلومه با انسانها چه میکنن. ما زم رو یادمونه. دخترش میگه 40 پوند پدرم وزن کم کرده، 20 کیلو. جمشید شارمحتوب میگن که فقط میتونه وکیل تسخیری بگیره. اونم چجوری؟ از میان 100 وکیل نوکر ولی فقیه. یعنی 100 وکیلی که مأمورن، مأمور پلیدم هستن. چرا؟ چون شرایط این جمشید رو که میبینه، آقای دبیر دریابیگی ناجوان مرد، به خانواده میگه که بله شما لطفاً یه 250,000 یوروی برای من بفرستید تا من از پدرتون دفاع کنم. چقدر ناجوان مردی میخواد؟ چقدر دستمزد یه وکیل که حالا تسخیری هم نباشه چقدره که این آقا 250,000 تا میخواد؟ خدا شاهده بعضی من در دوران رژیم گذشته نگاه کنید چه کارش کردم. در رژیم گذشته خدا شاهده شاید مثلا در کل وکلا 2 نفر بودن که به اون قسمشون پایبند نبودن، ولی خدا شاهده وکلا با شرف بودن، با شرف بودن. رفیق من سیروس مشکی که الان در امریکا وکالت میکنه وکیل بود، او شاهد خوبی است. همه حمید صبی اینا و حمید یکی از با شرفترین وکلا. ما امروز مرد بزرگی مثل دکتر انواری رو داریم، عبدالکریم انواری که عضو شورای جبهه ملی بود و یه وکیل معتبر. اینا به اون سوگندشون، به اون اعتقاد دارن و پای اون ایستادن. مثل این آقا نیستن که دنبال پول، میبینه خانواده رنج میبره، میگه خانوادم در امریکا سالا کلی میچاپیم. فکر نمیکنه که این خانواده در امریکا ناناورشون رو از دست دادن؟ الان از کجا بیارن؟ از کجا بیارن به شما پول بدن؟ نگاه کن طفله در چه شرایطی بردنش. بعدم بهش میگن این حرفا رو بزن که جرمت کم بشه، این حرفا رو بزن که کمتر شکنجت بدین، راحتتر بکشیمت. این نمایشنامه‌رم درست کردن، به این بیچاره هم گفتن این باعث قتل فرزندان شما تو شیرازه، اون بمبی که تو مسجد منفجر شد، دانشمند اتمی رو این کشته. این طفلک دستش به جایی نمیرسه که دانشمند اتمی رو بکشه. این روایت هم میان اون قاضی بدسلواتی، اونم که با اون قیافه کریهش نشسته ملک الموته، در مورد روح الله زمم این قیافه رو انسان میدید میدونست که حکم صادره چه خواهد. آقای خامنه ای شرم کن، شرم کن. این کاری که داری میکنی حتی برای فرزندت
زمینه ساز خوبی نخواهد شد. به هر حال دادگاه جمشید شارمت نماد دیگری از رژیم جهل و جور و فساد و جنایتکارانی بود که امروز حاکمن و خدا را شکر 160 تن از اونها دیروز در همین ترایبیونال لندن آبان محکوم شد. این مخصوص فقط قربانیان آبان ماه بود، محکوم شدن به عنوان جانیان علیه بشریت. این خانم لنا منگشکر خواننده 92 ساله هندی که درگذشت و نخست وزیر هند بیانیه داد، عزای ملی اعلام کرد، خدا شاهد حالم بد شده بود. گفتم آیا شما به یاد میارید روزی که نازنین قوامی رفت؟ آیا به یاد میارید روزی که هنرمندان بزرگ و برجسته ما خاموش شدن؟ به یاد میارید روزی که پرویز یا حقی، علی تجویدی و بزرگان موسیقی ما رفتن؟ نه، به خاطر اینکه رژیم جهل و جور و فساد حسی نداره که بتونه از موسیقی لذت ببره. اون مولوی است که در چنگ به رقص و وجد میاد. اینا نیستن، این جانورا چیزی نمیشناسن، فقط سینه بزنن حسین حسین. اونم همش دروغ، همش دروغ، فریب. و واقعا لنا میتونه نماد یک ملت باشه. براتون یه بار گفتم که بهرام گور 4000 نوازنده و خواننده نوروز از هند می آورد که در کوچه باغ‌ها، در کوچه‌ها، خیابان‌ها را برن، موسیقی بزنن، آواز بخونن، مردم رو سر شوق و با آمدن بهار زندگیشون رو بهاری نکنن. حالا هم داریم دیگه، هر روز 3 فاطمیه داریم، 4 عاشورا داریم، 5 نمیدونم ضربت خوردن داریم. و این حکایت ماست، حکایت تلخ و دردناک. بریم به 18 بهمن 57، 4 روز قبل از اینکه فتنه بزرگ پنجش رو کشور بیندازه. فقط نگاه کنید که ما مردم چگونه در اون تب گرفتار و بیهوش بودیم، تمام درکمون از دست داده بودیم، تمام هوشمون. نگاه کنید به اون روزها. کشتی انقلاب در دریای متلاطم این روزهای ایران در مدرسه علوی پهلو گرفته. انقلاب از اینجا مدیریت می شود. در جایی که بوی قبلا خدمتون نرسیدم، آموزش پرورش عرض کنم. آقای دکتر حبیبی در شرایطی که خیابان‌ها مملو از مردم است، بختیار با هلیکوپتر خودش را به نمایندگان مجلس شورای ملی می‌رساند تا بر قانونی بودن جایگاهش تأکید کند، مجلسی که امام آن را غیر قانونی خوانده و جمعی از نمایندگانش نیز استعفا دادند. هر کسی برای خود حکومتی تعیین کنه، دولتی تعیین کنه و به یک صورتی وارد مبارزه بشه، تا زمانی که به شوخی و حرف ما تحمل خواهیم کرد، ولی وقتی که وارد عمل شدند، ما عمل را با عمل متقابل جواب خواهیم داد. همزمان با تشکیل جلسه مجلس با حضور بختیار، فانتوم‌ها و هلیکوپترهای نیروی هوایی با هدف کنترل اوضاع بر فراز تهران مانور می‌دهند. در این جلسه نمایندگان برای آرام کردن خشم مردم، طرح‌های انحلال ساواک و دستگیری نخست وزیران و وزیران دولت از سال 41 تا آن سال را که به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت شهره بودند، به تصویب می‌رسانند. هیچ تهدید یا تردیدی مرا از راه خدمت گذاری باز نخواهد داشت. رژیم سعی می کند با وضع حکومت نظامی هر گونه تظاهراتی را سرکوب و دولت موقت را وادار به عقب نشینی کند. در تهران و برخی شهرها همچون زاهدان، تظاهرات مسالمت آمیز مردم
به خاک و خون کشیده می شود. امام در دیدار با گروه های مختلف مردم را به وحدت کلمه توصیه می کنند و در دیدار با جمعی از ارتشیان آنان را به استقلال از بیگانگان فرا می خوانند. رفقاتون را متوجه کنید، همسراتون را متوجه کنید، ما خیر شما را می خوانیم، ما فریاد می کنیم که باید ارتش ما مستقل باشد، یعنی نوکر نباشد. این خیر شماست یا اینکه خیر ما باید تحت ارتش من تحت نظر امریکا باشد و بدتر از این اسرائیل؟ امروز در دانشگاه افسری اتفاقی بی سابقه رخ داد. افسران جوان در مراسم فارغ التحصیلی خود به جای سوگند وفاداری به شاه، به خدا، قرآن و میهن سوگند یاد میکنند. این ملت الان ایستاده است و میگن ما یه حکومت عدل میخواهیم، حکومت عدل اسلامی میخواهیم. اینم آرزوی هر آدمی که یه حاکمی باشد برای حکومت بکند که بعد از چند وقت میباش و پر نکند و از این مرز برد. و ما امیدواریم توی یک وقت دادگستری ما به عرض ملت برسد و محاکمه کند این آدم را، اگر شد بخواهیم در اینجا و محاکمه کنیم. با گسترش اعتصاب کارمندان در سراسر کشور، کنترل تعدادی از وزارتخانه ها و بله واقعا طاقت ندارم بقیه شو گاهی اوقات ببینم. تصورشو بکنید، یه انسانی اومده به شما دریچه آزادی، دموکراسی، نظام سکولار رو باز کرده و تمام اون وعده هایی که داده ملت خواسته بود همه رو داره اجرا میکنه. گزارشگر صدا و سیما نمیگه چه کسی لایحه رو به مجلس داد، میگه لوایح و نمایندگان از زور ترس تصویب کردن. در حال اون روزهای عجیب رو بهتون نشون دادم. آقای مهندس بازرگان وقتی نخست وزیر شد، 4 روز قبل خبرش رو من تو اطلاعات منتشر کرده بودم، قصهش رو براتون گفتم. بعد ایشون به نخست وزیری رسید و وزراش رو معرفی کرد. چقدر حقارت آمیز. فقط منظره رو مجسم کنی که وزرا میرفتن پیش شاه، چجوری میرفتن، با چه مدل و با چه اعتبار و احترامی. حتی دکتر بختیار گفت اجباری ندارید لباس فرم بپوشید، ولی همه خیلی مرتب و اینجا 4 زانو رو زمین نشستن. آقای بازرگان، این آقای حبیبیه، این آقای اسلامی وزیر آموزشه. حتی این مردک انقدر به خودش ارزش نداشت که بیسته یا رو صندلی بشینه، وزرا هم بیان معرفی بشن. همون 4 زانو، قیمه خوری با دست رو زمین، تربیت و طبیعت آخوند غیر از این نیست. شما چه انتظار دارید از آخوند؟ انتظارتون اینه که محترم باشه؟ یا آدمی که یه عمر کیسه گدایی دستی سهم امام محترم باشه؟ یا آدمی که 2 تا شهر ایران رو نگشته؟ فکرشو فقط بکنید. در عمرش یه سینما نرفته، یه تئاتر ندیده، یه دیوان شعر رو نخونده، یه تابلوی نقاشی ندیده که عز بصر ببره. این آدم چه شعوری داره از دنیا؟ به خدا هنوز فکر میکنه زمین صافه، مثل اون ملای بنبازه. آخه یه خدا آدم باید فکر کنه. خمینی بشه رهبر ایران و بعد خامنه ای، حالا هم برای آقا مجتبی. من توی این 2-3 روزه هم در کلاب هاوس روز جمعه با جمشید برزگر عزیزم، مهندس شریعت مداری و دوستان دیگر در این زمینه صحبت کردم، هم در برنامه خودم روز یک شنبه که تو کلاب هاوس. بینید، آقای خامنه ای یک هدف داره، هیچ چیز دیگری برای ایشون مطرح نیست، آینده مجتبی. اینکه سرنوشت احمد خمینی نصیب مجتبی نشه، برخلاف اون مجتبی به ولایت برسه. حرفی که با هنر میزنه بی ربط نیست.
زمانی که میگوید بله اگه زمینه باشه آقا موافقت کنن قانون اساسی رو تغییر میدیم. آقا اوردی موافقت کرده. آقای باهنرم چون الان در مجلس نیست ولی چی میگن شیخ المشایخ مجلس شورای اسلامی است، در دوره 9 دوره عضو بوده، او رو مأمور کردن اینو مطرح بکنه که عنوان رسمی نداره و او میاد میگه که قانون اساسی عوض بشه. چجوری عوض بشه؟ بند اول مربوط به حذف ریاست جمهوری است. در پایان عمر خمینی در بازنگری قانون اساسی مقام نخست وزیر رو برداشتن چون قضایا جور دیگری بود. آقای رفسنجانی فکر میکرد در مقام ریاست جمهوری نیاز به نخست وزیر نداره، قدرت هم داره. نمیدونه سید علی آقا برای شاه خواهد شد. گفت این مرده رو خودمون آوردیم نشوندیم، خودمونم کنترلش میکنیم. نمیدونست 4 سال دوم ریاست جمهوری خون به جگرش میکنه، اونم بازیای بعد. خیلی جالب، بازیای بعد اینه که از دولت رفسنجانی بعدش خاتمی میاد بیرون، از دستگاه خاتمی احمدی نشون. اینا رو هم بهش دقت کن. آقای الان هدفشون ریاست جمهوری در واقع سرخره، در واقع همش در تضاده. خب بره کنار چی میشه؟ 4 تا از این حزبای قلابی که اینا دارن، از این حزب همبستگی منبستگی، اینایی که کلوپای خانوادگی و مرکز کاریابی و شغل درست کردن برای دامادا، دامادا تا وارد خانه میشن خب باید بهشون خانواده میشن باید بهشون شغل داد. بعد نگاه کنید این حزبا یکیشون تو مجلس مثلا 5 کرسی بیشتر دارن با توجه به هدف برنامه ریزی شده. میگن خب الان این حزب آقای قالیباف مثلا رأی بیشتر بود، آقای قالیباف بشه نخست وزیر. هر زمان اینا احساس بکنن نخست وزیر مزاحم شده، داره میر حسین وار رفتار میکنه، دومشو میگیرن میزن بیرون. خیلی راحت مجلس سلب اعتماد میکنه، رأی عدم اعتماد میده، در حالی که رئیس جمهور به این راحتی نمیشه برکنار کرد. در مورد آقای بنی صدر خمینی دستور مستقیم داد، بعدم تمام رژیم یه طرف، بنی صدر یه طرف با یه معدودی دوستانش از جمله حسین خمینی. خمینی فرمان رو داد، بهشتی فرمان رو ازش گرفت و خب فرمان رو داد. حالا شما فکر کنید تو اون شرایط آقای بنی صدر رو عزل کردن راحت، یه نخست وزیری در مملکت هست، یه ریاست جمهوری هم دوباره برگزار کردن و کار قضیه قائل خواب. الان وضع به طور کلی متفاوت. الان آقای خامنه‌ای به هیچ وجه مطمئن نیست که فردا که سرشو گذاشت زمین چه اتفاقی بر مملکت خواهد رفت. ما اینجا یه درنگ کوتاهی میکنیم که تصویرمونم یه بازنویسی بکنیم. یه ترانه بسیار زیبایی گروه این و آن، چند تا سر و دختر جوان که بسیار هم کارشون قشنگه، این رو ببینیم و بازگرد. بار دیگر تصاویر رو شما ملاحظه کردید از آقای رئیسی که حتی روزنامه پراودا گذاشته به روی جلد و چقدر حقارت آمیز و چقدر توهین به این آدم. تو این گرودار آقای امیر عبداللهیان هم خب مال کشیاشو کرد، حالا گویی که دیگه از این سفر خیلی گذشته، من نمیخوام بهش بپردازم. اما اون مردک وقیح دزد کبیر رستم قاسمی که 2 میلیارد از وزارت نفت دزدید و کردنش وزیر راه و ترابری که دومین نقطه چاپیدن بعد از وزارت نفت، ایشون رفت به آذربایجان، شاهد برنامهش بودید که آقای الهام علیوف حتی حاضر نشد او رو استقبال کنه و با اینترنت از طریق اسکایپ باش صحبت کرد. حالا برگشته میگه که
شیطونا شیطنت نکنید، من خیلی کارهای بزرگی کردم. من برنامه ساختن پل رو ریختم که ما به قفقاز و آذربایجان و اروپا و همه جای دنیا راه داشته باشیم، و دروغه، هیچ نوع توافقی نکرد. آذربایجان الان در بست در بغل ترکیه و اسرائیل، البته آمریکا هم که ارباب کل، و بنابراین آذربایجان اصلا لزومی نمیبینه که با اینا نزدیک بشه. گذشت اون زمانی که آذربایجان تازه سرشو بالا کرده بود و احتیاج به کمک داشت، و این رژیم جاهل و جائر به جای کمک، به جای اینکه بره بر فرزندان جدا شده رو در آغوش بگیره، در آسیای میانه بره تاجیک‌ها رو که پر از عشق ایران بودن بهشون برسه، توطئه کرد. برای تاجیکستان حزب اسلامی درست کرد، اون آقای نوری رو فرستاد اونجا که بره همون آشوب و جنجال رو را بندازه. تو آذربایجان اومد با شورشیا هم دست شد، بعد غرور مردم به جوش اومد، اون حسنوف اومد که علیه اینا شد، و بعدم خب علیوف اومد، و بعدم پسرش الهام. در هیچ جای منطقه اینا جای آباد نگذاشتن. شاه فقید وقتی که انگلیس ها از خلیج فارس بیرون رفتن، حالا دشمنانش آقا جاندارم خلیج فارس شد، خیلی خوب، اما اون که گفتی جاندار، پای خارجی رو کوتاه کرد، حافظ خلیج فارس شد. تمام کشورهای خلیج فارس اعتماد به او داشتن، نه اینکه الان امارات بره و فرانسه بیاد و سکیوریتیشو به دست بگیره. آمریکایی‌ها بهش گر و گر اسلحه، در همین چند روزه آمریکا چقدر اسلحه به امارات و عربستان فروخت. اینا تمام نتایج وجود این رژیم نکبت و نه در کشور ماست. فقط یه خود شما فکر کنید، یه ذره فکر کنید. باز هم من براتون میگم، آمریکا به داد ما نخواهد رسید. روزنامه الاخبار وابسته به حزب الله است، خرجش رو حزب الله معمولا هم خبرایی که میذاره با هدفه، خبر رو حزب شیطان بهش میگه اینو چاپ کن، تیتر اول کن، میکن درست. اون لبنان روزنامه به وضع مصیبت باری رسیدن. یه وقتی بود النهار در لبنان، حالا غیر تیراژ محلی که داشت، در سراسر جهان عرب توزیع میشد. یه روز بعد تو لندن بود، من خودم اینجا النهار رو دانشجو میخریدم سر آکسفورد، روبروی کمبرلند هتل یه روزنامه فروش بود، بسیار هم آدم نازنینی بود، تمام روزنامه‌های عربی رو داشت، کیهان اطلاعات ما هم داشت. من هر روز از دانشکده پیاده اومدم، روزنامه رو میگفتم، اونجا اتوبوس سوار میشدم میرفتم به خانه. خب انها رو شما تو لندن هم میخرید. امروز به وضع مصیبت باری افتادن، روزنامه یکان یکان تعطیل شدن. اون مجله الحوادثی که خدا میدونه چقدر تیراژ داره، همه از برکت جمهوری جهل و جور و فساد و نابود کردن لبنان تعطیل شد. الاخبار منتشر میشه که دو تا روزنامه، مثلا فکر کنید در لبنان چند روزنامه بودن که خیلی اعتبار داشتن، خیلی اعتبار داشتن، و غیاب این روزنامه ها روی پیشخوان روزنامه فروشی ها خیلی تأثیر داره. شما اگه در تهران میبینید که نمیدونم 80 تا روزنامه منتشر میشه، اینا روزنامه های 100 تیراژی و 200 تیراژی و 1000 تیراژی هستند، فقط برای کاغذ است، برای اون برانت هایی که ازش برخوردار میشه. ولی روزنامه رو کی میره بخره؟ کی، کدوم مردم حاضرن برن پول بدن و 500 تومن 1000 تومن روزنامه اینا رو بخره؟ گذشت اون روزی که سر کیهان اطلاعات دعوا بود، آیندگان سرش دعوا بود، گذشت اون روزی که مجله امید ایران ما به اون تیراژ رسیده بود که همه حسرت میخورد، در گذشت. اون روزا روزار دیگری. در لبنان اما هنوز روزنامه ها مقاومتشون ادامه و امیدوار بودن بالاخره تکون بخوره. حریری که اومد بهشون کمک میکرد، کاغذ میداد، کمک میکرد،
ولی الان دیگه همه از بین رفت. و غرضم اینه وقتی الاخبار میاد مرتب بیرون به خاطر اینکه حزب الله خرجشون نوشته بود که آقای ویلیام برنز، کسی که من وقتی معاون وزارت خارجه بود چقدر بهش احترام میذاشتم و باش ملاقاتم کرده بود، مرد محترمی بود و حالا گوشنش رئیس سیا چیزای دیگه ازش بود. گفت نوشته که ایشون در آلمان با یه مقام امنیتی ایران ملاقات کرد و این ملاقات با توافقی صورت گرفته که این توافق باعث شده که به زودی ما شاهد این باشیم که دو کشور برجام خلاصه دومی رو امضا خواهند. من خیلی تأمل کردم، خیلی زیاد، و گفتم این حرف بی دلیل نیومد، بی دلیل نیومد. این حرف اومده به خاطر اینکه پیامی رو نه فقط به دنیا، پیامی رو برای خود ایران داخل ایران هم داده باشه که نگران نباشید آمریکا و جمهوری اسلامی کنار. داستان این نیست، هنوز مشکلات اساسی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره، این مشکلات حل نشد، هنوز هست. بنابراین اگر تصور بکنید که یا همچین موضوعی اومده یا بله الان فردا ما شاهد امضا خواهیم بود، نه به این سرعت نیست. الان ببینید صحبت از این میکنن، تو خود گزارش الاخبار هم هست که تا نوروز قضیه کش خواهد داشت. نمیدونم، من میدونم که مشکلات اساسی دارم، این مشکلات اساسی کی حل بشه خب اونم باید منتظر بود و ببینیم که کی حل خواهد شد. برای اینکه از اخبار داخلم مرتب اشاره بهش کرده باشم، تظاهرات معلم، اعتصاب معلم، حضور معلمان در خیابان، چون حضور علمه، حضور دانشه، حضور انسانهاییست که از جان و دل مایه میگذارن، حضور مبارکیست. من واقعا از دانشجویان عزیز، از فرزندانم میپرسم، اینا خیلیشون معلمای شما بودن، آیا دلتون میاد تو این سرما بعضن که بازنشستن سن بالایی دارن بلرزن برای احقاق حقوق شما خودشون و ملت ایران؟ شعاراشون نگاه کنین، الان دیگه فقط محدود به این نیست که آقا حقوق منو زیاد کن. آیا درسته که ما تنها بگذاریمشون؟ در کلاب هاست یه بحثی ما راجع به این مسئله داشتیم، یکی از آقایون که چهره بسیار مبارز و سرشناسی هم هست ایراد گرفت که آقا شماها اصلا نمیخواد راجع به ما حرف بزنید، شما که حرف میزنید ما دچار مشکل میشیم، ما رو به شما وصل میکنیم. گفتم برادر من آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ رژیم از خدا میخواد ما سکوت کنیم؟ اگر تظاهرات شما رو ما منعکس نکنیم، اگر تلویزیون های خارج از کشور، رسانه ها، سایت ها دوربین رو روی شما زوم نکنن، رژیم شما رو میخوره، در سه روز کلکتون رو کنده. فکر کنید به همین راحتی؟ نه، اینجور نیست. گلایه داشت که آره بعضی ها ما رو به خودشون وصل میکنن. گفتم اصلا هیچ کس جنبش معلمان رو به خودش وصل نمی‌کنه. شما یه جنبش مستقل و آزاد هستید، ما وظیفه حمایت از شما رو داریم. ما که حمایت مادی نمی کنیم، حمایت سیاسی نمی کنیم، ما حمایت معنوی و وظیفه‌مون. این تلویزیون اگر چراغش روشنه برای چیه؟ برای اینکه بتونه رژیم رو رسوا کنه، برای اینکه بتونه در خدمت مردم ایران باشه، خواستای ملت ایران رو تحقق بخشه. بله چه فایده ای؟ حالا بیام یه دلم دینبوی مثلا بکنیم و بریم، خب اونو مردم تو ایران هم دارن میشن. این نیست. بنابراین میخوام بگم الان مردم ما یه وظیفه ای دارن. شما دانشجویان عزیز ما مدتی سکوت کرده، این سکوت معنا نداره، این سکوت اصلا معنا نداره.
ما در شرایطی نیستیم که بتونیم سکوت کنیم و مسئولیت خودمون رو رد کنیم، محدود کنیم، بگیم نه مسئولیت ما تموم شد. اینو به اون دوست عزیزمونم گفتم، گفتم ما از صمیم دل و با عشق در کنار شما هستیم، هیچ ادعایی هم نداریم، ابدا هم معتقد نیستیم که بگیم شما وابسته به مایید یا وابسته به یک گروه سیاسی. شما مستقلید، آزادید، یک مجموعه بزرگی هستید، بیش از 1 میلیون نفر، و ما افتخار میکنیم که جنبش بزرگی شما رو منعکس کنیم. حالا میبرم اتون صدای آیدا رو بشنوید. ببینید آیدا چه میگوید از علی یونسی، برادرش، برادر زندانیش. میشنوید. جلسه دوم دادگاه علی و امیر حسین حدوداً 10 روز پیش انجام شد که این جلسه حدوداً 6-7 ماه بعد از جلسه اول دادگاه بود. خب توی این جلسه قاضی یه سری سوالات رو مطرح کرد که وکلا و علی و امیر حسین پاسخ دادن. بعد علی و امیر حسین به شرایط نگهداریشون در بند 209 که خب حدود 2 ساله که اونجا هستن اشاره کردن، اینکه مثلا فقط 3 روز تو هفته، اونم فقط به مدت 20 دقیقه اجازه هواخوری دارن، اینکه مثلا علی هموند هستش با 2 نفر که خب یکیشون اتهام فساد مالی داره و یکی دیگه اتهام قاچاق مواد مخدر و اونها توی سلول کوچیک 2x4 نگهداری میشن، اینکه برخلاف میلشون و برخلاف قانون براشون چشم‌بند و دستبند استفاده میشه. اینها بیان شد که خب باعث تعجب خود قاضی هم شد و بررسی پرونده به جلسه بعد موکول شد. بعد از اینکه توی این جلسه دادگاه خب این صحبت‌ها مطرح شد، واکنش مامورای اطلاعاتی این بودش که یه برخورد بدی با علی و امیر حسین داشتن، مثلا یه درگیری لفظی حتی با علی داشتن، یه برخورد نامناسب، و اینکه همونجوری که اشاره کردین مثلا تعداد تلفن‌های علی از 2 بار در هفته به 1 بار در هفته کاهش دادن. شما فقط فکر کنید خواهر، مادر، برادر، پدر، اینا وقتی عزیزشون زیر چنگ و دندان نوکران سید علی آقاست چه حال و روزی. خدا شاهد، خدای من شاهد، این آقای خامنه‌ای اگر 2 ماه تو زندان بود خانوادش در نهایت احترام زندگی میکرد، هیچ توهینی به خانوادش نمیشد. از چند جا زاویه زندگیشون تامین میشد، دوستان، یاران، کسانی بودن. مرحوم دکتر اقبال هم یه بودجه گذاشته بود که از اون به بعضی هایی که زندانیان کمک میشه. رجال گذشته، حالا ما هرچی راجبشون میگیم، معرفت داشتن، کرامت داشتن، مثل رستم قاسمی نبودن، مثل این دزدای غارتگر نبودن. من واقعا یه موقعی فکر میکردم، واقعا میگم فکر میکردم که این آقای قالیباف درد وطن داره و روزی ما اثری از او رو خواهیم. ولی وقتی گزارشش رو خوندم در نیروی انتظامی، در مجلس، کار برادرش و ماجرای خریدن بنزا از آلمان، سرم درد گرفت، سود کشید که واقعا در جمهوری جهل و جور و فساد شما 1 نفرم نمیتونی پیدا بکنی که این آلوده نباشه. این شد آقای قالیباف سردارش، اون شد آقای رستم قاسمی سردار دیگرشون. نگاه کنید دیگه، دونه دونه سرداران، آقای سلامی، سردارانی که به سوریه فرستادن، تمام قاچاقچیای قاچاقچیگر درجه اول، قاچاق همه چی میکنه. شما فکر کنید، کی به من میگفت، گفت در تهران روزی نمیدونم 1 تن مصرف مواد مخدر تریاک، نه کجا میاد برادران پاسدار، نمیدونم چی میگم، 5000 لیتر، 10000 لیتر مصروف منشب شبا شد.
مشروب شباش. از کجا میاد؟ از برادران پاسدار. خب این پاسداراشون، اون دولت مردانشون، اون وزراشون، افرادی که مهر روی پیشونیشون دارن و مثلا صادقانه میخوان به اسلام خدمت. خدمت به اسلام یعنی دشمنی با ایران. این چیزیست که میگید. اینایی که وحشیایی که به خانه بختیاری عزیزم حمله کردن و همسر نازنینش ناهید شیرپیشه رو آزار دادن، اینا تمام سربازان اسلام بودن. گوش بدیم به سخنان ناهید که فرزند نازنینش هم اینا کشتن، شوهرش هم به زندان بود. ببینیم چه میگه. امروز اومدم دفتر امور مشترکین برای اینکه سیم کارتم رو بسوزونم. برای چندمین باره که مجبورم این کارو بکنم. هر بار اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده و من مجبورم بیام اینجا سیم کارتم رو بسوزونم، یه گوشی دیگه بخرم با حقوق یک ماه هم، یه گوشی جدید تهیه کنم مثل بقیه مردم. ولی من مثل بقیه مردم نیستم. به من میدونین چی میگن؟ به من میگن که گوشی ساده بخر، یعنی گوشیت اندروید نباشه. اینجا مگه کره شمالیه که برای من تعیین کنن که من چه نوع گوشی بخرم؟ متاسفم برای مردمی که تا امروز سکوت کردن. واقعا متاسف برای مردمی که سکوت کردن. بانوی گرامی، تو باید الان حداقل 2-3 هزار زن ایرانی در کنارت بودن. افسوس میخورم و نمیدونم چی بگم. ستار بهشتی مادرش چه کردن باهاش و این مادر نازنین تنها. ولی یه چیزی بهتون نشون بدم، یکم دلتون رو شاد کنید. آوارگان سوری، بیچاره هایی که وطنشون و بشار اسد جنایتکار و همدستانش جمهوری اسلامی روسیه نابود کرد، تکه پاره، حالا تو این برف، تو سرما، تو چادرای، تو گوشه مرز با لبنان، تو لبنان چی آتیش میزنن که هم گرمشون بشه هم پیامشون بدن. تصاویر حسن نصر و شیطان و قاسم، حاج قاسم سلیمانی. وإن مما ينفطر له القلب ألما ويحزننا حقا أن يوصف جلادوكم بالشهداء وأن ترفع صورهم على الرؤوس وإنما حقهم أن يداسوا بالأقدام. إخواني الكرام، أهل العلم والدعوة والإصلاح، إن علينا القيام بواجباتنا الشرعية والعملية في قيادة الأمة وتسديد مسيرتها وتوجيهها نحو أعدل السبل وأقوم الطرق والتي يصلح بها. اونایی که عربی میدونن میبینن چقدر زیبا حرف میزن این مرد سوری. نویسنده و ادیبم نبود، یکی از آوارگان بود که درد در جانش زده بود و میگفت برای سرفرازی امت و اینا این تصاویر باید سوخته بشه، اینها باید بساطشون رو جمع کنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. تا دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم و آرزو می کنم. ای تکنولوژی با ما همراه.